صبح امروز هدی صابر زندانی سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی پس از 10 روز اعتصاب قضا در اعتراض به شهادت هاله صحابی در اثر تشنج ناشی از اعتصاب قضا و عدم رسیدگی مسئولان بند 350 زندان اوین به شهادت رسید. در همین زمینه گفتگوی انجام داده ایم با رضا علیجانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی. جناب آقای علیجانی، در خبرها اومده که امروز هدی صابر از فعالان ملی مذهبی در اثر حمله قلبی در بیمارستانی در تهران فوت کردند. شما ابعاد این فاجعه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ گویا ایشون در اعتراض به مرگ حاله صحابی مدت 10 روز در اعتصاب قضا بودند. بله، متاسفانه ایشون در این اعتصاب قضا اشعار ناراحتی میشن و در حالی که فریاد میزدن مسئولین زندان بی‌اعتنا میشن، 6-7 ساعت از این ماجرا میگذره و وقتی که میگه چون از شدت درد به خودش میپیچیده به بیمارستان میرسونن که دیگه دیر شده بوده و علیرغم تلاشی که بزشون میکنن نتیجه نمیده و هدی صابر فوت میکنه. همه زندانیان هم بندی های خودش بودن که گفتن ما حاضرین به این اتفاق و این رخداد شهادت بدیم. مرحوم هدی صابر و حاله صحابی و عزت صحابی 3 تن از نیروهای بسیار برجسته نیروهای ملی مذهبی بودند. فکر میکنید که فقدان این عزیزان در آینده جنبش دموکراسی خواهی ایران چه نقشی و چه اثری خواهد داشت؟ خیلی تاسف‌بار این مرگ این سه عزیز، ولی فکر میکنم انرژی که از فقدان این بزرگان درون جنبش دموکراسی خواهی و جنبش سبز جاری خواهد شد جای اونها رو پر میکنه. متاسفانه این خوردادشون برای ما و برای همه مردم ایران بود و من رو به یاد جازدار میندازه که پای کودتای استبدادی استعماری سال 32 شهید شدن و این سه مرد هم در پای کودتای 88 بنده صحابی که در این 2 سال آخر دقمرگ شد، حاله صحابی که زیر فشار و ضرب و شوک هجوم وحشی هم در پای تابوت پدرش فوت کرد، و حالا هدی صابر که به علت برخورد غیرمسئولان عمدی مقامات امنیتی با این اعتصاب نوعی اعدام نامرئی شد. اینها هدی رو هدی دیده بسیار سیاه و منفی داشتن و میخواستن از شر هدی راحت بشن و هشداری بدن به دیگر اعتصاب کننده ها. همه مسئولین زندان، همه بچه هایی که زندان بودن میدونن که زندانی 2 جا جونش به شدت در خطره. یه بار زندانی که زیر کابل هست میتونه دیالیز بشه و یکی زندانی چه اتفاق قدم میکنه شدیدتر مراقبت پزشکی ازش بشه چون فشارش مرتب تغییر میکنه و ممکنه دیالیز بشه که شاید سریع به مرگ منتهی میشه. من تصور میکنم که این اهمال غیر عمد نبوده. مدت پیش هدی صابر میخواست اعتصاب بکنه، مهندس صابر به خانواده صابر گفت که بیاش بدیم، به هیچ وجه این کارو نکنه، من صابر رو میشناسم، این تا آخرش خواهد رفت و اونها هم بهش رسیدگی نخواهند کرد تا هدی بمیره. و حالا این پیش بینی اتفاق افتاد. صابر تمام اونها که از نزدیک میشناسم در این زندان آخری که بودیم، زندان دوالف، این بیش از 1 ساعت در یاد 1 ساعت می بردش می کرد. هیچ بیماری کشندگی نداشت. هیچ بیماری مانند هر شهروندی بیماری هایی داشت که خیلی ساده بگن من همی ساده مانده هر دید. و در این فاجعه هم کوتاهی و اهمال به شدت مشاهده میشه. خانواده صادق شکایت کردن از مسئولین زندان و مسئولین باید پاسخ بدن. به گمان من مقامات امنیتی در این رسته مخیر بدن. واقعا فاجعه ای که این خیلی راحت میشه جلوش بگیرد. جلوی رسیدن پیام هایی که از خدا خواسته بودن اتفاقش رو تمام بکنه و دید به چهار دبیر فرمی این پیام های پوزیشن ها نرسیده بود. پیام شخصیت سیاسی به ملی مذهبی و بعد خانواده خانواده صحابی و شوهر حال خانم هم پیام می‌گشتن. هیچ کدوم از این حرفا رو
شده نرسیدیم. همین اینها نوعی برنامه ریزی رو برای رسیدن پایان یافتن این اعتصاب با مرد میشون میده. من فکر میکنم ما در ایران با حکومت راحت سرکار بریم، نه با حکومت دلالت.